بیانیه اخیر کاخ سفید نشانگر آن است که برخی از مسئولین آمریکایی هنوز درک صحیح و کاملی از واقعیت‌های کشور و از این انتخابات و پیام ملت بزرگ ایران را ندارند. رفتارها متناقض، پیام‌ها هم ناهمسو در گفتار و در عمل. برای ما آنچه مهم است پاسخ عملی دولت آمریکاست و نه بیانیه‌ها. ما همه اقدامات دولت آمریکا رو به دقت رصد خواهیم کرد. به اقدامات عملی سازنده و معناداری اگر وجود داشته باشد قطعاً پاسخ مشابه و متناسب از طرف دولت ایران داده خواهد شد. اولا باید بدونیم که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران یک موضوع ملی و فراجناحی است. اصولی که در این زمینه وجود دارد حفظ خواهد شد، به این معنا که حقوق هسته‌ای ایران بر اساس مقررات بین المللی مورد تأکید این دولت خواهد بود و ما از حق مردم کوتاه نخواهیم آمد. اما در این حال اهل تعامل و گفتگو هستیم. درخواست‌های فراقانونی یا غیر معقول و تاریخ مصرف گذشته راه به جایی نخواهد برد. باید با واقع بینی با مسئله برخورد کنیم. سرلوحه کار باید گفتگو باشد و نه تهدید. این کلید مسئله است. طبق برنامه فعلی این شرایط رو ادامه میدیم. حالا اسمش اقتصاد مقاومتی است، استقامتی است، هر چی که شما بگید، به هر حال این راه رو ادامه میدیم. اما در این حال برای رفع تحریم ها هم درنگ نخواهیم کرد و همه توان خودمون رو در این راه به کار خواهیم گرفت. یکی از اون راه حل های اساسی مذاکره است البته، و ما بر این راه حل تاکید میکنیم با داشتن اراده جدی سیاسی برای رفع نگرانی های مشترک دو طرف. در مسئله سوریه ما جنگ داخلی در داخل سوریه رو محکوم میکنیم. حضور تروریست های خارجی رو در داخل سوریه ما محکوم میکنیم. دخالت های خارجی رو هم محکوم میکنیم.